ویژگی ها واقعا در طول زمانی که کار کرد استاد شجریان به وجود اومد، در صدای ایشون، در نگاه ایشون به موسیقی، در تبحر و استادی که داشتن، در ارتباطی که با مردم داشت، همیشه با ارتباطی که با غزلیات و اشعار و ادبیات ایران داشتن. این به مرور اصلا ما که میدونیم دیگه با هم قدم به قدم در واقع از استودیوی گلها که آشنا شدم و اولین دیدار رو داشتم با استاد تا این زمان اواخر که با هم کار میکردیم در گلچین هفته یا گلهای تازه با آقای ابتهاج و اینا، خب خیلی سیر کار و واقعا صاحب سبک شدن این استاد رو همگان فهمیدن، برای اینکه کنجکاوی های زیاد هم حتی استاد شجریان به من میگفتن سیما تو این آهنگا رو از کجا پیدا میکنی؟ مثلا محلی ها، چون خودشون هم خراسانی بودن. به هر حال من میدونم که یک چیزی که برای یک هنرمند خیلی مهمه همراهی با مردم و در کنار مردم بودنه و این واقعا یک انرژی عجیبی که آدم میگیره. من فکر میکنم که استاد شجریان با این مریضی سخت خودشون سالها تونستن کنار بیان، دوام پیدا بکنن، ولی از وقتی که جدا شدن، ستم جدایی در واقع از مردم ایران براشون پیش اومد، یک دفعه این مریضیشون اوج گرفت. برای که واقعا یک هنرمند مردمی بود ایشون. من خودم متوجه هم که چه بلاهایی از سر ما میگذره و بعد میبینیم که به خیر میگذره، و من این رو کاملا انرژی میدونم که از طریق مهر مردم، نفس مردم به ما میرسه و به استاد میرسید. ولی خب این آخر سر میگم، به هر حال محمد رضا شجریان به راستی الان یک چهره ملی و یک نماد موسیقی اصیل و سنتی ایرانی. یاد و آوازش، چون غزلیات حافظ، واقعا چون غزلیات حافظ در جان و روح و تاریخ ایران همواره جاودان خواهد بود. واقعا روان